سلام خدمت دوستان عزیز برنامه 156 خودمون رو آغاز میکنیم در موضوع عمومی خشونت و موضوعی که امروز ما بهش خواهیم پرداخت خشونت در دوران مدرن هست یعنی در حقیقت مقدمی بر خشونت در دوران مدرن وقتی میگیم دوران مدرن منظورمون لبن مدرنیته اروپایی است که همونطور که بارها گفتیم از طریق استعمار و همینطور مسئله بردهداری و پیش از اون از طریق تجارت در جهان تبدیل میشه به یک امر جهان شمول و در حقیقت در فرایند 500 ساله ای که تقریبا از ابتدای قرن 16 شروع میشه و تا امروز ادامه داره جهانی شدن اتفاق میفته همونطور که فرنان برادل در کتاب خودش سرمایه داری تاریخ سرمایه داری میگه جهان به وجود میاد ولی جهان بر اساس مدل اروپایی و الگوی اروپایی به وجود میاد یعنی اروپایی شدن جهان اتفاق میافته و از اون زمان به بعد هست که ما نمیتونیم به مسئله ای بپردازیم بدون اینکه توجه کنیم که این مسئله در اروپا و در غرب به طور کلی چه تحولی داشته چه مباحثی در حول هوشون انجام شده چگونه منعکس شده و غیر و غیره به دلیل اینکه اروپا و بعد امریکا تمام سیستم های خودشون رو سیستم های تفکر خودشون رو سیستم های استدلال خودشون رو جهانبینی و هستی شناختی خودشون رو به کل جهان تصریح دادن این بدون هر گونه قضاوتی است در مورد اینکه این خوب است یا بد ولی به هر تقدیر منظور از اینکه ما اینجا میگیم خشونت در دوران مدرن باید به این توجه داشته باشیم که منظور صرفا در غرب نیست ولی پایه‌های نظری این مسئله است که در غرب شکل میگیره و بعد خودش رو به کل جهان تسری میده بدون اینکه ما بخوایم بگیم که فرهنگ هایی که در سطح جهان وجود دارن تاثیر نداشته باشن روی این قضیه مسلما ما در سطح لوکال یا در سطح محلی همیشه یک نوع تأثیر گذاری بر امر جهانی یا امر گلوبال داریم شاید بهتر از هر کسی کلیفورد گیرتس رو در کتاب امر محلی و امر جهانی خودش The Local and Global این رو نشون داده ولی بر تقدیر ما در اینجا میخوایم بگیم که چه اتفاق میفته همونطور که در هفته گذشته در هفته گذشته ما روی مسئله رونسانس تاکید کردیم حالا باید به مسئله امدتاً قرن 17 و 18 و 19 این سه قرن بپردازیم که شکلنده که توی اینها هم باز قرن 18 و 19 همیت بیشتری داره بپردازیم که چطور اینها پایه های رفتار خشونت آمیز رو میریزن یعنی <تصفح> خشونت رو به نوع جدیدی تعریف میکنن که اگر ما خواسته باشیم اینها رو خلاصه بگیم اولا, با... اولاً پایه, اولا های نظریش رو من اگر بخوام بگم عمدتا به فوکو ارجا میدم به فوکو و تبارشناختی های مختلفی که داره خوشبختانه اکثر اینا به فارسی ترجمه شده در اختیار شما هست در حقیقت این تبارشناسی هایی که فوکو ازش صحبت میکنه که هنجارها رو مطرح میکنن چگونگی شکل گرفتن هنجار هاست و سخت گیری که از خلال این هنجار ها میشه مفهوم ترد اجتماعی که از طریق اینها اتفاق میفته و هرکس حاضر نیست در این هنجار ها قرار بگیره به نوعی از جامعه ترد میشه و طبعا مورد خشونت قرار میگیره فوکو این رو خیلی خوب نشون داده و از طریق این ما میتونیم تقریبا تمام جریان های مهمی رو که بین قرن 15-16 تا امروز اتفاق افتاده رو درک کن. ولی به جز اون روسو و هابس و کتاب که بارها با من به اونها اشاره کردم رساله روسو در باب نابرابری میان انسان ها و کتاب لویتان هابس کتاب های بسیار مهمی هستند که باید اونها توجه داشت خب ما اگر بخوایم بگیم که خشونت مدرن چی هست همونطور که خود مدرنیته حاصل چند قرن تحول هست و غلطی که ما این رو به حساب مثلا یک انقلاب بگذاریم صرفا که یک گسست ایجاد میکنه بین اون چیزی که بهش میگه رژیم گذشته و اون چیزی که بهش میگه به صلاح رژیم انقلابی کاری که در انقلاب فرانسه میشه این بیشتر یک ادعا یا یک تصویر سیاسیه که بیشتر تبلیغاتیه و بیشتر برای اونه که کسانی که در این انقلاب هستن بتونن برنامه های خودشون رو پیاده کنن ولی واقعیت قضیه در این است که چندین قرن این شکل گرفتن مدرنیته طول میکشه و خب خشونت هم در این چندین قرن تحول پیدا میکنه و شکل جدیدی به خودش میگیره اما اگر من بخوام بگم که به صورت خلاصه چه اتفاقی میافته که بعد به صورت تفصیلی در موردش بحث کنیم اولا اگر ما در گذار از رونسانس یعنی وقتی رونسانس دیگه میتونه قرون وسطای اروپایی رو عقب بزنه به این میرسیم که از همطور که گفتم از تئوکراسی یا خدا مهوری به انسان مهوری گذار کنیم یعنی به انتروپوسنتریزم گذار کنیم در دوره م... که دوره آماده سازی و دوره شکل گرفتن یا تبین مدرنیت هستش ما میبینیم که اومانیسم و روشنگری در فاصله همین قرونی که گفتم این انسان مهوری رو یا این آنتروپوسنتریسم رو تعریف میکنن آنتروپو، آنتروپوسنتریسمی که در قرن مثلا 16 شکل میگیره یا در قرن 15 شکل میگیره و میتونیم بگیم که از از حوزه دینی و هنری و به خصوص هنری در ایتالیا شروع میشه همونطور که پرسپکتیو از اونجا شروع میشه و نقاشی مدرن کلیسایی از اونجا شروع میشه انتروپوسنتریسمی هستش که انسانی که بهش رفرنس میده یک انسان خدایی هستش یعنی انسانی هستش که تصویر خداست همونطور که مسیح تصویر خداست ولی در طول این دورانی که از رونسانس عبور رو میکنیم ما وارد پروتستانتیسم میشیم از پروتستانتیسم وارد اومانیسم و روشنگری میشیم ما هرچه بیشتر شاهد این هستیم که این انسان دینی و این انسان مسیحی به طور کلی دقیق تر باید بگیم مسیحی چرا به دلیل اینکه در اون فرایند استعمار و جهانی شدن اروپایی هم انسان مورد استناد همطور که هنوز در جنبش های دست راست افراطی و در جریانات نجات پرست اینطور هست اون انسان یک مرد سفید پوست مسیحی هست مرد سفید بوست مسیحی بنابراین در این جریان ما هم مرد سالاری رو داریم هم نجات پرستی سفید رو داریم و هم برتری جویی مسیحی رو ما داریم هر سه ها رو ما داریم خب و این انسان هست که انسان سفید پوست مسیحی هست که قالب میشه در اسم مستمرات مختلف و خودش رو به عنوان الگو قرار میده برای همه کسانی که در این مستعمرات هستن مقاومت ها ابتدا خیلی شدیده ولی بعدا به تدریج همه خودشون رو با این مسئله تطویق میدن و حتی اون الگو رو کاملا در خودشون درونی میکنن همه میخوان شبیه این مرد اروپایی بشن یا چیزی بشن مورد توجه این مرد اروپایی یعنی اون میارهایی که برای زیبایی وجود داره میارهایی که برای خوب بودن وجود داره و غیره همه بر اون اساس شکل بگیره خب در اینجا هستش که خود خشونت هم از اون مسئله تبعیت میکنه و گفتم اگر بخوام به صورت خلاصه بگم پس بنابراین از یک طرف این است که این آنتروپوسنتریسم مسیحی هرچه بیشتر جهانی میشه و هرچه بیشتر اون تعریفی رو که داره در ابتدای میتونیم بگیم رانسانس حتی در هنر ایتالیای قاتروچنتو یا قرن چهارده که شروع رانسانس هنری هستش این هرچه بیشتر به نوعی سکولاریزه میشه منتها سکولاریزه شدن رو باید بهش توجه داشته چون اینجا به معنی ضد دینی شدن یا به معنی حتی غیر دینی شدن نیست به معنی این است که دین در اینجا باز تعریف میشه من خیلی بیشتر نزدیک هستم به ایده های الیاده میچه الیاده که از یک انسان دینی صحبت میکنه اما رولیجیوزو صحبت میکنه که انسان بر اساس سیستم اعتقادی دینی یا باورهای به نوعی متافیزیکی اون چیزی که فراتر از فیزیک اطرافش میبینه است که به وجود میاد و به همین جهت هم هستش که همواره یا در دین هست یا وقتی هم از دین خارج میشه به دنبال یک تیپی از معنویت یک تیپی از متافیزیک حتی الهادی هست به قول الیاده که اون رو براش تجدید کنه بنابراین الگوهای خشونت هم همین اتفاق براشون میفته الگوهای خشونت اولا سیاسی میشن هرچه بیشتر سیاسی میشن نه اینکه قبلا سیاسی نبودن ولی هرچه بیشتر سیاسی میشن در معنی گسترده شدن دموکراتیزه شدن عمومی شدن خشونت صرفا خشونتی نیست که ما با جنگ تعریفش کنیم ولی حتی خشونت مدنی و هر نوع خشونتی تبدیل میشه به یک خشونتی که یا سیاست اون رو ایجاد میکنه یا سیاست اون رو کنترل میکنه به قول فوکو و سیاست هستش که یا امر سیاسی هستش که هنجارها رو تحمیل میکنه و بنابراین کنترل میکنه که این هنجارها رایت بشه مردم اون جوری رفتار کنن مثلا اون کنش جنسی رو داشته باشند که مورد تایید امر سیاسی هستش اون طوری لباس بپوشن که مورد تایید امر سیاسی هستش اون طوری با هم صحبت کنن حرف بزنن جشن بگیرن و حرکت کنند که مورد تایید امر سیاسی هستش و به همین جهت خشونت تبدیل به یک امر عمومی میشه تبدیل به یک هنجار عمومی میشه که عمدتا در حوزه امر سیاسی تعریف میشه ولو زمانی که به وسیله کسانی که در حوزه سیاسی نیستند اعمال بشه و به این ترتیب ما با یک امر بسیار گسترده سر و کار داریم که این امر گسترده نه به شکل یک دست و یکسانی فهمیده میشه نه به شکل یک دست و یکسانی اجرا میشه این بحث اساسی است که باید ما داشته باشیم که ما تقریبا یک دوگانه ای داریم نه اینکه فقط این دوگانه رو داشته باشیم ولی یک دوگانه ای داریم که شروع کنیم به جا افتادن از لحاظ خشونت و هستی شناختی و معرفت شناختیه، و معرفت شناسی خشونت هستی شناسی و معرفت شناسی خشونت اه... که از یک طرف روسویی هست و از یک طرف هابسی هست و در بخش دوم من به این مسئله میپردازم که چطور باید این هستی شناسی و این معرفت شناسی رو ما تعریف کنیم از یک طرف یک هستی شناسی و معرفت شناسی که هماهنگ با طبیعت و علت خشونت رو تفکیک شدن از طبیعت مطرح میکنه و از طرف دیگه یک هسته شناسی و معرفت شناسی که اصولا معتقده که طبیعت خشونت اصل رو داره و انسان هم باید همین خشونت رو داشته باشه و فقط به این شکل است که میتونه باقی بمونه